درود و شامتان شاد. گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. سفر رئیس جمهور غنی به ایران از شرکت در مراسم تحلیف روحانی تا تلاش برای جلب توجه تهران. امروز تهران میزبان نمایندگان بیش از 100 کشور جهان بود و همچنان گواه برگزاری مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی با عنوان 12 رئیس جمهوری این کشور. و از افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در آن اشتراک کرده بود. آقای غنی که در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی برای یک روز به هدف شرکت در مراسم حلف وفاداری آقای روحانی به تهران سفر کرده، پیش از مراسم دیدار دو جانبه با همتای تهرانیش نیز داشته است. اما این همه در حال صورت میگیرد که اخیراً آقای روحانی اظهارات در پیوند به آبهای افغانستان داشت و همچنان چند پیش فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم ابراز نظری در پیوند به نفوذ استخباراتی ایران بر منطقه داشت، که این اظهارات و یا کنش ها در میان شهروندان افغانستان، آگاهان سیاسی و حتی مقام های حکومتی واکنش های چند پهلو و گوناگون در پی داشت. پس این سفر آقای غنی و اشتراکش در مراسم سوگند وفاداری آقای روحانی و همچنان دیدار دو جانبش با آقای روحانی چه برایند را در روابط کابل و تهران برای آینده در پی خواهد داشت؟ من رشاد زریر هستم و با آقایان عزیز احمد حنیف آگاه سیاسی و سید ناصر موسوی کنشگر مدنی برای پاسخجویی به این پرسش و پرسش های در پیوند به این بحث خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید. آقای موسوی، انتظارتان چی است با توجه به شرایط جاری به ویژه در مجرای میان کابل و تهران، آنچه اخیراً اتفاق افتاد در چند مورد اخیر؟ انتظارتان از سفر آقای غنی و بالاخره آنچه که در دیداری آقای غنی با آقای روحانی اتفاق افتاده چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به بینندگان محترم و جناب استاد در برنامه. ببینید، کشورها هم مثل انسان هاست، یعنی داشتن روابط، داشتن تعاملات، داشتن همکاری، تعامل، رقابت و همکاری جزی از خصیصه های کشور هاست. اگر شما کشوری داشته باشید که با همسایگانش یا فراتر از همسایگانش روابط نداشته باشد، یا روابطشون به اصطلاح بیک ثبات استراتژیکی که به اصطلاح بتواند منافع طرفین را تعریف و تعیین بکند نرسیده باشد، پس میشه گفتن که اون کشور در انزواست. یعنی برای همه کشورها، برای افغانستان هم مهم است با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود دارند، که روابط نیک و حسنه را با جوانب مختلف با توجه بر رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران در این منطقه وجود دارد و رقابتی که مثلا بین عربستان و ایران وجود دارد، چطور بتواند دولت مردای افغانستان در روابطش با کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، در کل با کشورهایی که در قضیه صلح و جنگ افغانستان تاثیرگذارش، چطور بتواند یک تعامل ایجاد بکند که از دل این تعامل منافع ملی مردم افغانستان و بسیار بهترین نمو ارتباط که بتونه در واقع هم برای بلند مدت و هم برای کوتاه مدت منافع ما را بسیار حفظ بکند داشته باشد. ایران هم فکر میکنه جدای از بحث جیو استراتژیکش با افغانستان، در بحث صلح و جنگ افغانستان میتونه تأثیر گذار باشه؟ دقیقاً. ببینید، چند تا کشور به اصطلاح در صلح و جنگ افغانستان هم در گذشته تأثیر گذار بوده و هم امروز تأثیر گذار است. یعنی در گذشته اگر شما فقط از زمان جهاد در نظر بگیرید، یکی ایالات متحده آمریکا بود، پاکستان، ایران و کشورهای عربی. حتی در زمان طالبان هم این مقوله مطرح بود، به شرایط امروز هم این کشورها کشورهای تاثیرگذار است، یعنی پاکستان، ایران، عربستان، ایالات متحده آمریکا، روسیه، حتی چین، این کشورهایی هستند که هر کدام اینها
در قضیه صلح و جنگ افغانستان تاثیر گذاشت؟ مثلا بنیه تاثیرگذاری ایران در مقایسه با کشوری مثل پاکستان در بحث صلح و جنگ افغانستان چی است؟ خب ببینید، اول یکی مثلا رقابتی که در سطح به اصطلاح نظام بین الملل وجود دارد و رقابتی به اصطلاح در سطح منطقه وجود دارد، اگر شما به طرف رقابت حرکت بکنید یا یقینا به اصطلاح ابزارهای مهمی به اصطلاح ایران دارد که میتونه در افغانستان به اصطلاح از اونها استفاده بکنه، مثل مثلا خود طالبا، مسئله اقتصادی، مسئله مهاجرتی که افغانستان در ایران دارد، و از اون طرف هم اگر به اصطلاح شما در یک تعامل به اصطلاح حرکت بکنید، طبعا ابزارهای مهمی رو دارد که میتونه به اصطلاح در جهت صلح و ثبات در افغانستان گام بردارد. پس این اتهام نفوذ ایران بر طالبان را بیشتر میکنه؟ خب من باور من این نیست که به اصطلاح چقدر به اصطلاح بتونه ایران بر طالبان نفوذ داشته باشد، یا این هم نمیشه رد بکنه که هیچ نفوذ نداشته باشد. اون فکر میکنم که یک بحثی هستن که آدم میتونه حداقل تحلیل بکنه که ایران میتونه برای بر بخش از طالبای افغانستان شاید به اصطلاح نفوذ داشته باشد. اما چند تا مسئله کلیدی در رابطه ایران و افغانستان مطرح است که اینها میتونه پایه رابطه دو کشور را تحکیم بکنه. اولی که بحث مبارزه مشترک با تروریسم است، یعنی اونچه که برای دولت افغانستان به صلاح مهم است، چگونگی دید ایران در ارتباط طالبا و حمایت از دولت مرکزی افغانستان است که بتونه حداقل اونچه که دولت افغانستان میخواهد در این راستا ایران به صلاح حرکت بکنه، گام برداره. در سالهای گذشته هم شما اگر به صلاح قضیه ببینید، ایران همواره از دولت افغانستان حمایت کردن. در کنفرانس بون، زمانی که کنفرانس بون به صلاح به بونبست رسیدن، آقای نماینده ایالات متحده آمریکا خودش در کتاب خود میگه زمانی که به صلاح کنفرانس بون به بون بس رسیدن، ما با آقای ظریف که فعلا وزیر خارجه در وقت به صلاح جزء هیئت ایران بود در کنفرانس بون، مذاکره داشتیم و تماس های خوبی داشتیم. یعنی در واقع وقتی که دولتی بعد از کنفرانس بون شکل گرفت، نقش ایران یک نقش کاملا سازنده بود. در این مدت هم در داخل افغانستان شما به صلاح نقش ایران نقش مخرب نبوده، یعنی علاوه بر اینکه در افغانستان یک مفکوره و دیدگاهی وجود دارد که به طور خواسته و ناخواسته به اصطلاح به ایران حراسی دامن میزنه، یعنی کوشش میکنه که به اصطلاح مطلبی که مرتبط نشم به اونها مرتبط بکنه، متهم بکنه، همیشه کوشش بکنه که در کنار پاکستان ایران هم دستش شریک باشد در این قضیه. ولی واقعیت امر این است که این چون برنامه و حرکت نمیتونه منافع افغانستان را تضمین بکند. یعنی من میخوام در پایان اینو بگم که اگر ما دیدیم ما این باشد که مثلا پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه، ایران مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، ما به جای اینکه دیگر به اینجا ببریم، خودمون به اینجا میریم. موضوعی که می‌خواستم بگم که بنیاد این رابطه تشکیل می‌ده که همون مبارزه با تروریسم است. مسئله دومی که تقریبا میشه گفت افغانستان شریک چهارم تجارتی ایران است که بسیار مهمه. روی دوباره بحث خواهیم کرد. و همچنان مسئله مهاجرت. اینا موضوعات روی دوباره بعداً بحث می‌کنیم. تشکر آقای حنیف. یک نگاه داشته باشید به گام‌هایی که حکومت افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در راستای رابطش با ایران برداشته و بعد بگید که این رابط حالا در چه سطحی است. مثلا یک نمونهش این که آقای غنی گامهایی برداشته که مثلا در بحث خاورمیانه و بالاخره جنگ یمن، همسویش با عربستان که انتقاد زیادی هم در پی داشت، که واقعا به مزاج و مزاح ایرانی ها خیلی خوش نخورده بود. فکر میکنید حالا چقدر در چه سطح و در چه پیمانه هست رابط؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما جناب آقای موسوی و بینندگان گرامی برنامه. فکر میکنم یکی از نقاطی که در خور توجه هست سیاست خارجی رئیس جمهور غنی است که باید ما اندکی توقف داشته باشیم روی دو سال و اندی از یک ریاست جمهوری افغانستان به عهده گرفته. سیاستگذاری های رئیس جمهور غنی در برابر کشورهای همسایه نسبت به رئیس جمهور غنی، نسبت به رئیس جمهور کرزی متفاوت است و تا جایی تقریبا امیدوار کننده دیده میشه، بخصوص موقفی که در برابر پاکستان داشت و تا امروز به شکلی که پیش میره. آخرین فرصت هایی است که میخواهد استفاده بکنه از فرصت ها و توازن بین در روابط دیپلماتیک، روابط اقتصادی و مسائل دیگر لحاظ بکنه. و همچنان در برابر ایران سیاستی را که رئیس جمهور غنی اتخاذ کردن از نقطه نظر اقتصادی خیلی در خور دقت است. البته در یک سال پیشتر
وقتی که روابط بین افغانستان و پاکستان به تشنج گرایید و تیره شد، روابط بین افغانستان و ایران اندکی توسعه یافت، روابط اقتصادی، و ای برای ایرانی ها هم امیدوار کننده بود و علاقه من بودن که در روابط خارجیشان با افغان ها بیشتر توسعه بوجود بیاد. و افغانستان تقریبا ایران در تلاش ازی بود که بزرگترین، به عنوان بزرگترین کشور باشه که با افغانستان داد و ستد اقتصادی داشته باشه. یعنی برخلاف معمول تقریبا به $2 میلیارد سطح اقتصادی بین افغانستان و ایران بالا رفت. در 6 ماه اخیر حداقل جدال‌های لفظی که بین رئیس جمهور غنی و همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به وجود آمد، اندکی بر روابط اقتصادی دو کشور تأثیر انداخت. و این تنش نسبی بین روابط افغانستان و پاکستان هم یک امر تصادفی البته نبود، بلکه پیوند خیلی نزدیک و پیوند مستحکمی به بازی بزرگ جهانی دارد. ما در 1 سال اخیر وقتی که میبینیم عربستان سعودی در تلاش از این است که به افغانستان بیشتر نفوذ بکنه. زمانی که جنگ یمن شروع شد، عربستان سعودی از دولت افغانستان و از سایر متحدین خود خواست که موقفشان رو روشن بکنن. در افغانستان موقفی که رئیس جمهور داشت متفاوت با جناح‌های سیاسی شریک در قدرت، جناح‌های سیاسی دیگر که شریک در قدرت هستند بود. اما باز هم رئیس جمهور کوشش کرد که تعادل یا توازنی را در روابطش با کشور عربستان سعودی حفظ کند، مبنی بر حمایت از موقف سعودی در برابر یمن. و همچنان برخی سیاست های یعنی دیگر، یعنی اون موقف را شما موقف متعادل میخوانید؟ تقریبا تلاش کرد نهایی رئیس جمهور که در از یک طرف حمایت از سعودی داشته باشه و از دیگه طرف با جناح‌های سیاسی که شریک هستن امرایش در قدرت، با اینا نوع انعطاف پذیری و تعامل داشته باشه. به این خاطر زیاد جدی نگرفت موقفش مبنی بر حمایت از سعودی. عربستان سعودی فکر نمی‌کنید میتونست خیلی بی‌طرف مثل گذشته‌های افغانستان حفظ بکنه؟ ببینین، بی‌طرفی افغانستان خیلی دشوار است در چنین شرایط، به خاطری که عربستان سعودی از شرکای استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه است و از کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار است بر سیاست‌های منطقوی. و افغانستان هم یکی از شرکای استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه است. به تنهایی خود و به استقلالیت خود نمی‌تواند تصمیم گیری داشته باشد. شاید فشاری از طرف ایالات متحده آمریکا بوده باشه و شاید فشاری از طرف خود عربستان سعودی بوده باشه، مبنی بر این که دولت افغانستان از موقف سعودی در برابر یمن حمایت بکنه. این نشأت گرفتنش از فشار را بالاخره به استقلالیت تصمیم دولت افغانستان و آقای غنی و دستگاه دیپلماسی شک میکنید؟ ببینن، یکی استقلالیت سیاسی هست که از نقطه نظر امروز سیاست جهان به گونه گری خورده به هم و بازی های جهانی به نوعی به هم ارتباط دارن که استقلالیت سیاسی میتونه کشور مستقل باشه، اگرچه افغانستان ما نمیتونه یک کشور مستقل سیاسی بگوییم به خاطر مشکلاتی که هست، همه میفهمه، اما ایجاب میکنه در شرایط پیچیده‌ای که افغانستان گره خورده به سیاست منطقه، باید در برابر برخی کشورها موقف مشخص خود داشته باشه. نمیتونه مثل جنگ دوم جهانی موقف بی‌طرف داشته باشه. امروز ایالات متحده آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی را اینجا دارن. ولی دست کم نمیتونه خودش برنامه‌ریزی بکنه بر مبنای منافع و زیان‌های به وجه منافع ملی که تصمیم بگیره و چشم برای دیگران باشه که براش بگوین؟ تا جایی که در تضاد و در تناقض با سیاست‌های امریکا به خصوص و متحدین امریکا در منطقه نباشه، دولت افغانستان میتونه مستقلانه تصمیم بگیره در سیاست‌های داخلیش و همچنان در روابط خارجیش. گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران. خب شما میگید بعد از او دیگه بحث بندر چابهار و دیگر تفاهم‌نامه‌های اقتصادی که بین این دو کشور امضا شد روابط را بهتر کرد؟ دولت افغانستان در حد توان خودش تلاش کرده که در 2 سال اخیر به خصوص یا 2.5 سال اخیر که با کشورهای همسایه روابط نسبتا متعادل داشته باشه. اما کشورهای همسایه هم تغییراتی در سیاست جهانی ما شاهد هستیم.
آقای حکمتیار وقتی که آمد به افغانستان شما چه فکر میکنین؟ که آیا دعوت دولت افغانستان بود یا کمیسیون شورای عالی صلح کدام ابتکار کرد؟ آقای حکمتیار به در نتیجه فشار سعودی و تلاش یک تعداد کشورهای منطقه و جهان به پروسه صلح پیوست و به عنوان یک پروژه داخل افغانستان آمد. حکمتیار یکی از پروژه هایی را که پیش میبره پروژه سعودی است. شما میبینید در طول چند ماه اخیر موقف های سیاسی که داره، مسائلی که پخش و نشر میشه در رسانه ها از آدرس آقای حکمتیار بیشتر از مشکلات پیچیده و مشکلات عمده ای که افغانستان داره، او یک طرف قضیه است، فقط سر واژه های خیلی کوچک فارسی دری بحث میکنه و مداخلات ایران میخواد برجسته بسازه. بله، همین امروز هم نشست خبری داشت در واکنش به سفر آقای غنی، گفت که از جامعه جهانی میخواهیم تا جلوی ایران را بگیره، در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنه. اعتقاد و باور من است که در نتیجه رقابت های منطقوی بین ایران و سعودی و فراتر از او به سطح جهان، آقای حکمتیار به عنوان یک پروژه آورده شده به افغانستان و برش برنامه داده شده از طرف سعودی به خصوص. فعلا بدون مبالغه و بدون احساسات و عواطف، ما اطلاعات دقیقی وجود داره که آقای حکمتیار از طرف سعودی پول برش پرداخته میشه و برنامه داده میشه برش به عنوان یک پروژه کار میکنه در افغانستان، برنامه سیاسی، به خاطر که سعودی ها از طریق تلاش های پالیسی هایی که در افغانستان داشتن مبنی بر حمایت از طالبان، جنگ دیدن که بنفشان نیست. وقتی که جنگ بنفشان نبود، اما قسمی که ایران از طریق فعالیت های سیاسی و از طریق سپورت و حمایت احزاب سیاسی در افغانستان خواست نفوذ خود توسعه بده، این تصمیم اخیرا سعودی اتخاذ کرده که میخواد روابط نیک با احزاب سیاسی داشته باشه. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را هم چند ماه پیش که دعوت کردن خاطر می سیاست ها بوده. و در کل یک پهلوی دیگر از جنگ نرم نیابتی میان سعودی و تهران در افغانستان راه افتیده. کاملا و ما میبینیم بعضی برنامه های دیگری را هم که از طرف سعودی تمویل میشه در افغانستان خیلی رو به توصیه است و در این وقتا گسترش پیدا کرده. دوباره از جا با شما ادامه خواهم داد. و آقای موسوی، بس پیشترتان ربیت از محور دوم که روی بحث اقتصادیش تمرکز کرده بودید ادامه بدید. بله استاد، صحبت‌های بسیار علمی و خوبی در کلیات قضیه داشت. من باور میست که در این جای شک نیست که کشورهای تاثیرگذار نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی که توان داشته باشد از دیدگاه منافع ملی خود خب پروژه هایی را، برنامه هایی را در کشورهای دیگر اندازی می کنند. خود ایالات متحده آمریکا در تمام کشورهای دنیا برنامه دارد، شوروی هم کار می کند، ولی چیزی که مهم است مدیریت دولت افغانستان است. این هر گونه برخورد عاطفی با سیاست های خارجی، هر گونه برخورد احساساتی می تواند افغانستان را در بطلاق نامعلوم گیر بندازد. این ما کاملا باید تحلیل خود را و بررسی خود را بر مبنای منافع ملی افغانستان و بر مبنای یک دید استراتژیک نسبت به کل قضیه به صلاح عیار بسازیم. پس برخوردهای دولت افغانستان را فکر میکنید بیشتر عاطفی و احساسی نه. بوده یا هم؟ من عرض میکنم، من با این بخش از صحبت استاد موافقم که دولت افغانستان تلاش کرده که در روابطش با قدرت های منطقوی تعادل حفظ کنه، یعنی بیگونه ی حرکت نکنه که به صلاح نزدیکی بیش از حد به یک طرف باعث واکنش منفی طرف دیگه شوند. بحث اقتصادی در جای شک نیست که امروز به صلاح در قرن 21 چیزی که برای کشورها اهمیت دارد، حالا چه کشورهای اسلامی، چه غیر اسلامی، چه آمریکا، چه شوروی، چیزی که برایشان بسیار مهم است منافع اقتصادی است. حتی جنگی که در کشورها روان است، این جنگ یک بخش از جنگ اقتصادی است. یعنی عملا دنیای سوداگری، قدرت و منافع است. بنابراین ایجاد روابط گسترده اقتصادی میتونه در تمام بخش‌ها اثرگذار باشد، در بخش‌های سیاسی به صلاح در تصمیم گیری های کلان جهانی خب این میتونه اثر داشته باشد. با توجه به اینی که در گذشته افغانستان تنها روابط اقتصادیش متکی بود به پاکستان و بندری که به صلاح در اختیار افغانستان قرار داشت در آب های پاکستان، این افغانستان را در زمان های بحرانی و زمان های به صلاح استثنایی دچار بحران میکرد. اما
دولت جدید افغانستان تونستن مثلا دو تا سه تا بندر دیگر را افتتاح بکنه، بندر چابهار، بندر آقینه، که افغانستان را میتونه به صلاح در یک موقف بهتر قرار بده و برای طرفش، حالا چی پاکستان باشد، چی ایران، چی ترکمنستان، بگه که خب شما اگر خواسته های دولت افغانستان نپذیرفتین یا به صلاح شرایطی که بیشتر بتونه برای افغانستان سودآور باشد اگر نپذیرین، ما با طرف دوم به صلاح قرارداد میکنیم و وابستگی اقتصادی ما نسبت به شما کم شد. وابستگی اقتصادی ما نسبت به شما کم شده، گرچه نمیشه گفت به لحاظ اقتصادی کاملا ما میتونیم از پاکستان جدا شیم، به این دلیلی که برای اقتصاد یک سن مهم است. اگر شما مثلا ننگرهار و ولایت شرقی، حتی خود کابل در نظر بگیرین که از بندر چابهار تا به کابل مثلا یک لاری اگر برن چقدر کرایه موتر میشه، اگر از بندر پاکستان اینجا به چقدر میشه. درست. یعنی به اون لحاظی اصلا به لحاظ اقتصادی شاید خیلی زمان طولانی در نظر بگیرید که ما بگیم که ما هیچ گونه وابستگی نداریم. شما در گذشته دیدین که پس با این حال میشه این گونه انگاشت که هرچی فراز و نشیب های کم و کوتاهی که در راستای سیاسی اتفاق بیفته بین دو کشور، حالا ایران و افغانستان، این دورنمای کلان اقتصادی نمیگذاره که خیلی او گسترده شود. یقینا یک بحث هایی که امروز به صورت در جهان مطرحه و به عنوان رای حل بین کشورها، به عنوان رای حل به صورت دو جانبه و چند جانبه مطرحه، تعامل و وابستگی های اقتصادی است. اینا کشورها وقتی منافع اقتصادی خود را در تعامل مثبت با دولت ها میبیند، دیگر ممکن است بسیار از سیاست های خود صرف نظر بکنه. اگر ما بتونیم که به صلاح به لحاظ اقتصادی یک وابستگی را با ایران و پاکستان ایجاد بکنیم که اونا وابسته شوند به جانب افغانستان به خاطر منافع اقتصادی خود، یا مثلا با کشورهای حوزه آسیای مرکزی، ما در یک موقف بسیار خوب قرار میگیریم. اونها مجبوره که بسیار از خواسته های دولت افغانستان به خاطر منافع اقتصادی که در داخل افغانستان داره قبول بکنه. پس این نگرانی های ایران در افغانستان چی میشه؟ مثلا همپیمانی خیلی نزدیک ما با رقیب استراتژیک مثل آمریکا و بالاخره بحث همسوییمان با عربستان در برخی موارد و بالاخره اشاره ای که اینا در پیوند به آمدن آقای حکمتیار داشت و دیگر نمونه. خب من باور میست که چند تا نگرانی جانب ایران داره که مثلا اونا همش میشه از طرف دولت افغانستان مثلا مورد توجه قرار بگیرن. اولی که ایجاد پایگاه دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان با توجه به مشکلاتی که آمریکا و ایران داره، مثلا آمریکایی عملا حال میگه که ما خواهان تغییر رژیمیم در ایران، این خودش باعث نگرانی است برای ایرانی ها و طبعا اونها به دنبال پاسخ است که به صلاح از جانب دولت افغانستان پیدا بکنه. گرچه خب دولت افغانستان بارها گفته که ما به عنوان یک کشور مستقل برای هیچ کشور اجازه نمیتونیم که از خاک ما استفاده بکنه. موضوع دوم موضوع داعش است. یعنی اگر شما هم گزارش هایی که از داخل افغانستان به بیرون به صلاح داده میشه، به بیرون که میگیم به صلاح در رسانه ها و در افکار عامه دقت بکنید، چیزهای خیلی عجیب و غریب میشنوید. مثلا کسانی میگه که داعشی که در افغانستان وجود داره با داعش سوریه و عراق تفاوت داره، بلکه کسانی هستن که از پاکستان میان از یک بخش مشخص. مثلا آقای اسپانتا یک چیز رو مقاله نوشته کردن یا مثلا صحبت کردن، یک کس هستن که نمیشه شما در ارتباط حرفشون به اعتنا باشید، یا صحبت هایی را که وکلای پارلمان افغانستان چون نماینده مردم انجام میده که شبانه چرخبال های ناشناس در فلان منطقه فرود آمد یا از فلان منطقه به فلان منطقه نیروها را انتقال میدن. طبعا کسانی که بیرون از افغانستان هستند، چه پاکستان، چه ایران، چه آمریکا و چه کشورهای دیگه، ایرا به عنوان یک خطر جدی تلقی میکنه و باورش اینه که خب اینا نماینده مردم و مسئولیت رسمی داره، نمیتونه گفت بدون اسناد مطرح بکنه. مسئله داعش هم مسئله دوم است که به صلاح ایرانی ها حتما به نگرانه و به صلاح خواهان یک تعامل است در ارتباط با دولت افغانستان که روزها هم در این خصوص به صلاح شریک است. و بحث بعدی هم در جای شک نیست که به صلاح همونطور که عربستان سعودی از نفوذ ایران در افغانستان نگرانه یا مثلا در یمن نگرانه، طبعا که ایرانی ها به طور جدی از نفوذ عربستان سعودی در افغانستان نگرانه، با توجه به صحبت هایی که استاد کردن که خب بعضی کسا در افغانستان بیگونه صحبت مونه که گویا ما عملا با ایران در جنگ باشیم. اینها نگرانی های هستن که جانب ایرانی ها دارن. در ارتباط پایگاه ایالات متحده آمریکا ممکنه که خیلی کار از دست دولت افغانستان در شرایط امروز ساخته نباشد، ولی در موردهای دیگه اش من فکر میکنم که دولت افغانستان میتونه و میشه برای مهارش کرد. مهارش کرد برای نگرانی ها پاسخی منطقی پیدا کرد و سوالات دیگه که به صلاح مطرح است. طبعا همونطور که جانب افغانستان نگرانی هایی در ارتباط ایران داره که با ایرانی ها باید در ارتباط او پاسخی واضح و روشن بدن. خیلی سپاس آقای حنیف. در ادامه بس بیشتر تا نمایی پرسش بیفزاییم که شما به اشارات به سامانمندی ها در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی یا تلاشاش برای بهبود و حفظ روابط با کشورهای همسایه و اینا داشتید. پنج حلقه سیاست خارجی را که آقای غنی اعلام کرد و ساخت در آغاز حکومت و به این طرف، کشوری مثل ایران در دو رده از یه حلقه
جای داده میشه، اول کشورهای همسایه و بعد هم کشورهای اسلامی. واقعا با توجه به تغییرات در معادلات منطقه‌ای و جهانی، چقدر هنوز هم میشه ستایش کرد سیاست حکومت وحدت ملی را و این پنج حلقه روابطش با کشورها را، مثلا کشوری مثل ایران در دو جایگاه که آمده، تا حال به چه پیمانه ما تانستیم روابط را حفظ کنیم یا بهبود بخشیم؟ ببینین، افغانستان از یک طرف با مرز مشترک طولانیه که با کشور ایران داره، هیچ وقت نمیتونه قطع رابطه بکنه و هیچ وقت هم نمیتونه که با در نظر داشت پیچیدگی های سیاست جهانی که به ایران وابسته باشه، به خاطری که اینجا ایالات متحده آمریکا حضور داره و یک سلسله مسائل زیاد دیگری است. اما افغانستان با روابط فرهنگی گسترده‌ای که با ایران داره، در پیوند به مبارزه علیه افرادگرایی خیلی خوب میتونه استفاده بکنه از ایران و ایران میتونه دولت افغانستان کمک بکنه. و همچنان در مسائل اقتصادی، دولت افغانستان با ایران نسبت به هر کشور دیگر با راه‌های خشکی که داره و منافع مشترکی که وابستگی متقابلی که به هم دارن، دولت ایران از لحاظ آب‌هایی که وارد میشه از افغانستان نوعی وابستگی به کشور داره و افغانستان هم به خاطر استفاده از بندر چابهار یا بندری که به دریاها باید وصل باشه، نوعی به ایران وابستگی داره. پس منظر روابط افغانستان و ایران هم وقتی که ما میبینیم همواره خوب بوده. با ایران هیچ وقت افغانستان به او حدی که روابطش با پاکستان خراب شده در اواخر و به او حدی که پاکستان علنی مداخله کرده در مسائل افغانستان، ایران هیچ وقت به او حد مداخله نکرده. همواره کوشش کرده که روابط نیک با افغانستان داشته باشه. اما برخی چالش هایی که فعلا ایران تهدید میکنه از افغانستان، همون قسمی که جناب موسوی سب اشاره کردن، خطرناکترین چالش و تهدید برای ایران حضور نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو است در منطقه در افغانستان و همچنان داعش است. با این دو پدیده ایران ضرورت داره که یک در کنار یک ائتلاف بزرگ منطقوی حضور فعال داشته باشه و در سطح خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج مداخله داشته باشه، به خاطر اگر ایران سیاست خود منحصر به خود بکنه، امروز روز مرگش است. ضرورت داره که در قضیه سوریه مداخله کنه و در یمن مداخله کنه، همچنان در فلسطین و افغانستان و کشورهای دیگر. برای نگهداشت این چرخه از چه ابزارهایی باید کار بگیره و داره کار میگیره؟ ایران فعلا به عنوان یکی از کشورهای خیلی قوی و نیرومند در منطقه مطرح است. هر نوع امکانات داره، هم امکانات لوجستیکی داره و هم امکانات مالی داره و هم منابع نظامی داره، همه چیز داره. شما میبینین ایران به عنوان یکی از کشورهای خیلی قوی در کنار روسیه در سوریه استادگی کرد در مقابل امریکا و متحدین امریکا، امریکا را به چالش کشید و شکست داد. در عراق مبارزه‌ای که ایران در کنار دولت عراق علیه داعش انجام داد، خیلی موفقانه انجام داد و داعش عراق پاکسازی کرد است داعش. و فعلا استادگی که علیه سعودی در یمن داره، سر حوثی ها هیچ حساب نمی شد. چند سال پیشتر به عنوان یک حزب سیاسی تلقی می شدن و به عنوان یک گروه خیلی کوچک، اما امروز سعودی را به چالش کشیده، از داخل عربستان سعودی را ورشکسته کرده از نقطه نظر اقتصادی. و این شکل سیاست گذاری های دیگه که در سیاست خارجیش ایران داره، رقیب بزرگ منطقویش عربستان سعودی را به چالش کشیده. نقطه‌ای که خیلی در خور توجه هست، بعد از آمدن ترامپ در سیاست در کاخ سفید ایالات متحده آمریکا، روابط سعودی و آمریکا نزدیک شد. بله. نسبت اگرچه در گذشته هم نزدیک بود، اما گرمتر از گذشته، گرمتر نسبت به گذشته شد و یک سلسله تغییراتی در سیاست منطقوی هم آمد. مثل که ما دیدیم از اتحادیه عرب کشور قطر بیرون کردن. در اینجا دمی روزا گپ‌های در رسانه‌ها میاد که تحریمات تازه علیه ایران وضع میشه
و تحریمات تازه علیه روسیه وضع شد. بله. این مسائل همیش و تیرگی روابط بین افغانستان و ایران هم دیگه آخر که صورت گرفته، جدال لفظی که بین دو رئیس جمهور شد، تمامی مسائل با هم ارتباط داره و به خاطر ازی که رابطه ایالات متحده امریکا و ایران در حال تیرگی است، امکانش است که بیشتر خراب شوه. دولت افغانستان سخت نیازمند است که در چنین یک فضای رابطه خود با دولت ایران تعادل یا همو رابطه حسنه دیپلماتیک با ایران حفظ کنه و سخت به این نیازمند است. به این خاطر ابتکاری که رئیس جمهور غنی کرده و امروز به مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کرد خوشبینانه است. درست است، این میتونه تشریفاتی قلمداد شوه و بالاخره گامی که دولت افغانستان و دستگاه دیپلماسی برای حفظ رابطه خوب با ایران و همزمان با آمریکا و در کل غرب داشته باشه چی است؟ چه کارهایی را باید ما پیش بگیریم دست کم در ماه‌های پیش رو با توجه به جاری شدن سیلی تحریمات تازه بر سر ایران و متحدانش از سوی آمریکا و دیگر نمونه‌ها؟ بیشتر من اشاره کردم که داعش یکی از چالش‌های خیلی عمده است. بله. که ایران نگران ساخته. اگر دولت افغانستان بتواند که داعش در افغانستان مهار بکنه، پروژه داعش که خیلی بعید به نظر میرسه به خاطر اینکه پروژه داعش پروژه غربی است و دولت افغانستان هم دولتی است که وابسته است به غرب. بله. اگر بتواند که پروژه داعش و تشویش و نگرانی ایران از ناحیه داعش حداقل کم بکنه، داعش به سمت شمال افغانستان برد یا به سمت جنوب افغانستان به ساحه‌ای که زیاد ایران نگران نباشه از این ناحیه، امکانی ازی است که ایران به دولت افغانستان اعتماد بکنه و رابطه خود کوشش بکنه خواستهایی که. ولی با توجه به اشارات خودتان که حالا داعش پروژه غربی است و اشاراتی که آقای موسوی داشتند که از نشانه های میشنویم که حالا داعش از پاکستان میاد یا هرچی، حالا روس ها باورشان این است که داعش نه تنها غربی بل آمریکایی است، غیر مستقیم گاه گفتند و بالاخره نمونه در داخل افغانستان داشتیم ما که خیلی ابهام برانگیز بودین که مادر بمب ها را پرتاب کرد بالای داعش آمریکایی ها، ولی روس ها نهادهای دولتی و نظامی افغانستان نتونستن در ماورای او حضور پیدا بکنن. این همه ابهامات این نشان میده که داعش را اگر غرب در افغانستان آورده باشه، پس دولت افغانستان نمیتونه مهارش بکنه. با این وضع پس دورنما تاریک است. طبیعی است که دورنما خیلی تاریک معلوم میشه، اما آنچه که خیلی در خور توجه هست، دولت افغانستان با یک مدیریت ویژه اگر بتانه ابتکار بکنه رابطه خود با تمام کشورها بگونه یک نقشه طراحی بکنه که به طرف رفتن به صلح با جنگجویان هم قناعت روسها را فراهم بکنه، بتانه ابتکار کرده و هم قناعت ایرانی ها را فراهم بکنه و هم پاکستان و هم ایالات متحده امریکا را متقاعد بسازه به اینکه جنگ در افغانستان به نفع ایالات متحده امریکا و غرب نیست. در چند روز پیش جلسه ای که ترامپ با مشاورین نظامیش داشت در خصوص قضیه افغانستان، یکی از سوالات جدی که از سوی ترامپ مطرح شده است که ما در افغانستان بیشتر از 16 سال جنگیدیم و نتیجه نگرفتیم. جنگ طولانی را امریکا تجربه کرد و نتیجه نگرفت. آیندهش هم تاریک است. برخی گزارش های هم از آدرس های نظامی ایالات متحده امریکا رسیده از افغانستان به کاخ سفید که جنگ امریکا در افغانستان به ناکامی انجام میده یا هم نتیجه مثبت در آینده نداره. امکانی ازی است که رخ سیاست به گونه تغییر بکنه که ایالات متحده امریکا با در نظر داشت منافع داخلیش و با در نظر داشت حفظ روابط بین المللیش با کشورهای دنیا، بخصوص کشورهای رقیب مانند روسیه و تعداد دیگری از کشورها مانند چین که از کشورهای خیلی قدرتمند به حساب میرن، روسیه و چین خواهان تداوم جنگ در افغانستان نیستن. جنگ اینا رو پایز اینا رو به جنگ غربی ها کشاندن در افغانستان. امکانی ازی است که ایالات متحده امریکا به رهبری ترامپ که تمام مسائل اقتصادی فکر میکنه، همیشه سنجش میکنه جانب نفع جانب ضرره،
اگر کاخ سفید متقاعد بشه و که ادامه جنگش در افغانستان به نفعش نیست از نقطه نظر اقتصادی، سیاست دیگری را در پیش بگیره، راه روشنی ما در پیش داریم. و در چنین فضای با این حال باید منتظر اعلام استراتژی آقای ترامپ در قبال افغانستان باشیم؟ کاملا کاملا. و در عین زمان میتونه دولت افغانستان به عنوان یکی از شرکای مهم ایالات متحده امریکا در منطقه مشوره های تقدیم بکنه و راهکارهای پیشنهاد بکنه برای کاخ سفید مبنی بر قطع جنگ و آوردن صلح در کشور ما. خیلی سپاس آقای موسوی. درست است که بسان برنامه های اقتصادی و فرصت های اقتصادی پیش رو زیاد داریم، اما چالش های کلان مثل حضور نظامی آمریکا و نمونه های دیگر را هم نمیشه این کار کرد. بنابراین برای استفاده بیشتر از فرصت ها و فاصله بیشتر با چالش ها، گام های عملی که می توانیم برداریم چی است؟ جدای از این سفرهای تشریفاتی و اینا که شاید خیلی در درون مایش قناعت بخش نباشه برای ایرانی ها. خب اولی که شرکت آقای غنی در ایران در مراسم تحلیف آقای روحانی تنها نمیتونه تشریفاتی باشه، خاطر که وقتی رئیس جمهور یک مملکت با هیئت بلند پایت داخل یک مملکت دیگه میشه، خودش پیام سیاسی دارد، پیام اجتماعی دارد، مثلا پیام منطقوی دارد. ایران با توجه به جبهه بندی هایی که در مثلا سطح جهانی صورت گرفتن، با توجه بعد از اینکه آقای ترامپ مثلا به کاخ سفید آمدن، نیاز داشتن که یک نمایشی از قدرت در تهران نشان بده. که خب اینطور که آمریکایی‌ها تبلیغ میکنه که گویا ایران در انزوا هستن، به اصطلاح یک کشوری هستن که مشکل آفرین است، ما چنین چیزی نیستیم، ما با دنیا روابط گسترده داریم، بیشتر از 100 کشور به اصطلاح هیئت بلند پایش آمدن، 7 رئیس جمهور اشتراک کردن، 20 رئیس پارلمان دنیا آمدن. این به او حتی به می حدم به اصطلاح اگر باشد برای ایران ها این نفع داره رفتن رئیس جمهور افغانستان در تهران. اما چند چیز باید آدم در نظر داشت. اولی که با توجه به شرایط افغانستان که افغانستان در رو گرفتار آمدن، افغانستان نیاز دارد که با ایالات متحده آمریکا و با جامعه بین المللی به همکاری خود به صلاح ادامه بدن. یعنی افغانستانی که سالانه 10 میلیارد دلار باید از جامعه جهانی به دست بیارن به خاطر دوام حکومت وحدت ملی و مصارف جنگی که در افغانستان انجام میده، تا اینکه بتونه افغانستان خودش به یک حکومت که سر پا و مستقل حساب شوند متکی به خود باشن، حداقل این کمک نیاز دارد برای همه کشورها، برای ایرانی ها، برای مثلا خیلی روس ها، برای چینایی ها. این قابل درکه که افغانستان نمیتونه بدون کمک جامعه جهانی مثلا حرکت بکنه. یک دومی که ما به عنوان یک همونطور که قبلا بحث شد که اگر قرار باشد بگیم افغانستان استقلال داره یا نه، استقلال امروز کشورها نسبی است. یعنی به اصطلاح بعد از پایان جنگ سرد استقلال کشورها مثل گذشته مثل استفالیا، قرارداد استفالیا تعریف نمیشه که کاملا سخت و مثلا غیر انعطاف پذیر باشه. استقلال امروز کشورها بستگی دارد به قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت دیپلماتیکش و مانوری که میتونه ایجاد بکنه در سطح بین الملل. پس استقلال کشورها نیست بیست. ما به عنوان کشوری مستقل حداقل اون چرا که تشخیص یا برای منافع ملی افغانستان، طبعا دولت مردای افغانستان در چارچوب بدو تصمیم خواهد گرفت. یعنی بحث دومم این است که اگر مثلا ما به طرف حرکت بکنیم که همونطور که بحث شد که آقای ترامپ یک آدمی هستن که خیلی قابل اعتماد نیست، به این معنا که شب یک موضوع رو توییت میکنه فردا چیز دیگه ای رو مطرح میکنه که حتی خود کارمندای کاخ سفید هم نمیدونه که امشب وقت آقای رئیس جمهور میخوابه فردا چی توییت خواهد کرد. در بسیار از مسائل کلان بین المللی که باعث دردسرا و جنجال برای همه اینها شدن. یعنی اگر یک وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرن که از افغانستان خارج شون، افغانستان میتونه حتی روی یک بدیل دیگه فکر بکنه که بدیل به صلاح روسیه باشد، چین باشد، ایران باشد. اینا به صلاح در عراق کارنامه خوب داشتن، در سوریه کارنامه خوب داشتن. فعلا هم اگر یک وقت آقای ترامپ در افغانستان نخواهی بمانه، شما هر قدر میکنید التماس بکنید، چون این کار سیاسی مربوط به اون حرفا نیست. کار سیاسی مربوط به این است که کشورها بر مبنای منافع ملیشون تصمیم بگیرند. ما شخصا خودم بعید میدونم که آقای ترامپ تصمیم بگیره که از افغانستان خارج شود، و دلیلش هم نیست که مثلا فعلا آقای ترامپ در افغانستان نزدیک 8000 عسکر داره. یعنی خیلی مصارف گزاف هم برای آمریکایی‌ها تحمل نمی‌کند. منافع منطقه‌ای و جهانی را که آمریکا در بودنش در افغانستان دارد به مراتب اهمیت دارد از مصارف این 8000 عسکری که در افغانستان دارد. گرچه خوب گزارش سیگار میگه که ما تا حالا 714 میلیارد دلار را آمریکا در افغانستان مصرف کرده، هنوز هم در خمی کوچه اول هستیم. ولی اینم بعید نیست، یعنی اینطور نیست که به صلاح ما فکر بکنیم که لاو لابود حتما آمریکا در افغانستان میمونه. آمریکا مثلا از ویتنام خارج شد،
از سومالی در زمان آقای کلینتون در دهه 90 به اصطلاح خارج شد، از پاناما خارج شد، در هر جایی که آمریکا به اصطلاح تشخیص دادن که منافعش در بودن نیست خارج شد. وضعیت افغانستان را مقایسه بکنیم با سونامی و ویتنام و اینا، بالاخره این که سومالی و ویتنام و اینا که بالاخره در افغانستان مبادا شکست تلقی شوه برای آمریکا و خیلی شکستی غیر آبرومندانه چی؟ خب من باورم است که آمریکایی‌ها به امید دلیل که نمیخواد در افغانستان به اصطلاح شکست بخوره و دنیا گفته شون که آمریکا در افغانستان شکست خوردن، آمریکایی‌ها شاید تا سال‌های طولانی ولو با مصارف گزاف هم در افغانستان باقی خواهد ماند. اما چیزی که برای افغانستان مهم است است که ما چطور بتونیم از دل این کشمکش ها و تضاد منافعی که در سطح بین الملل وجود دارد چطور بتونه افغانستان منافع خود را تامین بکنه. سوال شما مشخصا اینه که خب ما چه چیزهایی را عملی داریم که به اصطلاح گام برداریم در ارتباط با تعادل را حفظ بکنیم. اولی که خب ما به اصطلاح این در نظر داشته باشیم که وقتی که ما میگیم سیاست خارجی یا روابط خارجی معناش این است که با تمام کشورها شما روابط برابر داشته باشید. روابط خارجی به اساس منافع است. ما با هر کشوری که منافع بیشتر داشته باشیم باید روابط بیشتر داشته باشیم، با هر کشوری که منافع کمتر داشته باشیم روابط کمتر داشته باشیم و روابط به اصطلاح و منافع به حتی به مشترکات هم اشراف داره. بله، با توجه به اینه که به اصطلاح ما با ایران یک روابط به اصطلاح فرهنگی گسترده داریم، روابط اقتصادی گسترده داریم، ما با ایران اصلا تمدن مشترک داریم. مثلا همین منطقه که امروز به این وسعتی که وجود داره، مثلا افغانستان و ایران و بخش‌های از پاکستان و تاجیکستان و تا بلخ و بخارا و مثلا این منطقه، یعنی ما در این 5000 سالی که جمهور افغانستان برهم مطرح میکنه معناش است که در این 5000 سال ما حداقل تا 4500 سال چه با هم مشترک بودیم دیگه در این منطقه. این مشترکات فراوانی که وجود داره از اون طرف هم منافع اقتصادی که وجود داره، اینها باعث میشه که ما باید روابط ما همچنان به اصطلاح گرم باشه و حداقل ما اگر بتونیم که روابط خود رو با پاکستان هم به طور نسبی به اصطلاح بهبود ببخشیم و روی مؤلفه هایی که بتونه باعث کاهش این مشکلات شود، این گام مهم است. با پاکستان و بین روابط اقتصادی ما با پاکستان و روابط اقتصادی من با ایران تضاد به میان نمیاد؟ یک رقابت اقتصادی بین ایران و پاکستان؟ نه، در شرایط امروز اون بحثی که به اصطلاح از اون گذشته که بتونه اینها با هم بر سر مسائل اقتصادی رقابت بکنه، دایره پاکستان با ایران ها بسیار تفاوت دارد. مثلا این چیزی که پاکستانی ها میخواد، خب از طالبان وقتی شما میخواهید حمایت بکنید و موضوعات دیگه ای که به صورت خصوص مطرح است، اینا با او کاملا تفاوت داره. حتی به لحاظ دید کلان منطقه و استراتژیش هم تفاوت کلان وجود داره. یعنی پاکستان ها همیشه از موضع ایالات متحده آمریکا در منطقه حمایت میکنه، در حالی که ایرانی ها یا موضع مستقل دارن یا که اصلا از موضع روسیه حمایت کردن. من باور نیست که امیر تعادل وقتی که بحثش باشه که چطور بتونیم ما منافع خود را از مجموع اینها در دست داشته باشیم، من باور نیست که از بسیاری از مسائل باید ابهام زدایی بکنیم. یعنی یک از مسائل جنگجوی بین افغانستان و ایران مسائل آب است. ما در زمانی دکتر موسی شفیق و دکتر هویدا یک قراردادی با ایران داریم که بر اساس او قرارداد مشخصه که در فی ثانیه مثلا چند متر آب در یک سال چقدر آب باید از داخل افغانستان از آبهایی که هلمند و مثلا هریرود چقدر داخل ایران باید برن. مسئله دیگه مسئله در ارتباط مثلا نگرانی های ایران در ارتباط با پایگاه ایالات متحده آمریکا، مسئله داعش، مسئله جنگجال هایی که بعدا از کشورهای دیگه بسیار در ارتباط ایران در افغانستان خلق میشه به وجود میان. یعنی موضعی وجود نداره که مثلا غیر قابل مذاکره باشد، مثل اینکه ما با پاکستان به یک بنبست رسیدیم که اصلا راهی برای مذاکره پیدا نمی کنیم. شما با ایران میتونید به سادگی با همه این مورد عنوان چالش های محیط زیستی آقای روحانی در دیدار دو جانبش با آقای غنی امروز ایره هم مطرح کردن، ظاهرا شما فکر میکنید ایران در پیوند به چالش ها و معضل آب با افغانستان در پی چی است؟ مشخصا مذاکرات چگونه مذاکرات در افغانستان دو تا موضوع مطرح میشه. یک وقت موضع سیاسی بعضی از احزاب و اشخاص مطرح میشه که خب میخواد همه کازه و کوزه سر ایران بشکنه، اون بحث جداست. یک وقت مسئله حقوقی است که دولت افغانستان مطرح میکنه. اصل مشکل از اینجاست که در زمانی که ایران و افغانستان باز هم جدا میشدن به صورت بدون دو کشور مستقل در زمان انگلیسی ها بود، اینمی که امیتر که ما با پاکستان بر سر مرز مشترک جنگجال داریم که مرز دیوران هستن، آبی که در افغانستان به طرف ایران میره این هم انگلیسی های قراردادی را به نام دلتا اونها به اصطلاح منعقد کردن و یک برنامه را به اصطلاح اونجا مشخص شدن و بعدم در زمان دکتر هویدا و آقای موسی شفیقی برنامه دوباره در یک چارچوب حقوقی در آمدن. این چیزی نیست که ما بگیم که به اصطلاح قابل حل نیست، یعنی موادش باید وجود داره. من چند نکته کوتاه اشاره بکنم. همیشه در همه کشورها این مشکل وجود داره. مثلا رود دجله و فرات مر در اصلا در خاک ترکیه است. یه از ترکیه میاد در عراق، از عراق میاد در سوریه.
اگر قرار باشه که مثلا این مشکل حل نشوه، خب طبعا در سه تا کشور جنگل دارد. آبی که رود نیل اصلا مثلا اتیوپیا میه، از اونجا میاد در مصر، ولی این یک مثلا موزلی جنگجوی بین مصر و اتیوپیا وجود داشتن که اینها با هم حل کردن. رود فراد مثلا ترکیه، عراق و سوریه با هم حل کردن. یا مثلا در هند و پاکستان که حتی جنگی سه جنگ صورت گرفت، یک از جنگ ها به سر آب بود. حالا فعلا هند و پاکستان با وجودی که با هم رقابت دارن این را حل کردن. یعنی ما این راهش کاملا راهی واضح و روشن است. ما میتونیم با توجه به چارچوب حقوقی که دارد و حق آبی که مثلا افغانستان دارد و قراردادهایی که ما در گذشته داریم اینو بتونیم حل بکنیم. اگر مثلا ما بخوایم از این سیاسی بکنیم کلان میکنیم، طبعا این هم برای افغانستان چالش ایجاد میکنه و هم برای ایران. خیلی ممنون آقای حنیف. اگر جمع‌بندی کنید با توجه به تجربه من از 4 سال حکومت آقای روحانی در دور اولش و نگاهی که به افغانستان داشت و جایگاه که افغانستان در اولویت بندی های سیاست خارجی ایران در زمان حکومت آقای روحانی داشت، در 4 سال آینده چی پیش بینی میشه کرد و چشمانداز چگونه است؟ فکر میکنم ایران هم خیلی ورشکسته شده و خیلی خسته شده از سیاست گذاری هایی که در منطقه داره. در تلاش ازی است که روابط نیک داشته باشه با بخصوص با افغانستان که مرز مشترک طولانی داره و از این طرف همیشه میتونه تهدید شوه. افغانستان نسبت به هر کشور دیگر به ایران مهم است و پیش بینی هم است که با افغانستان ایران کوشش میکنه که روابط گسترده ای داشته باشه در عرصه های اقتصادی و روابط فرهنگی بهتر داشته باشه. اگر بتونه دولت افغانستان هم از این طرف ابتکار بکنه و این روابط تقویت بکنن و توسعه بدن. موضوع جملات آخرتان، شما مثل آقای موسوی باورمند هستید که روی معزل آب میشه گفتگو کرد؟ بحث گستردگی حضور غرب در افغانستان را هم میشه؟ دقیقا ما میتونیم روی معزل آب هم در یک قرارداد، در یک قرارداد چارچوبی با جانب ایران کنار بیاییم، به خاطری که موضوع آب یک موضوع داخلی بین افغانستان و ایران است. شاید ایالات متحده آمریکا هم دیگه زیاد مداخله نکنن، اما امکان زی هم است که مداخله داشته باشن. موضوع ایجاد یک سیاست متعادل به سطح منطقه از طرف دولت افغانستان نیاز است که شامل ایران میشه، هندوستان، چین، روسیه و همچنان پاکستان و برخی کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی. این ابتکار دولت افغانستان باید بکنه که چگونه سیاست خود، چگونه یک چوکاتی وضع بکنه که روابط خود با تمامی از اینا در تعادل حفظ کنه. و توان ابتکار شما در حکومت میبینید؟ اگر دولت افغانستان جزی از بازی جهانی است، اگر رخ سیاست جهانی تغییر بکنه، امکان ازی است که به دولت افغانستان این فرصت مساعد شوه که با یک مدیریت قوی و ابتکاراتی داشته باشه در سیاست خارجی. خیلی سپاس از شما عزیز احمد حنیف، آگاه سیاسی و همچنان سید ناصر موسوی، فعال مدنی، از حضورتان در این بحث. و سپاس هم از شما برای اینکه تا این دم بیننده بودید. تا درود و دیدار فردا. شب و روز به کام و مرادتان.